اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم انزل علینا من برکاتک و افتح لنا ابواب رحمتک و مغفرتک بمنک و فضلک. درباره فهم ملاک های احکام شرعی یا مصالح و مفاسدی که در مورد احکام واجب و حرام وجود دارد صحبت میکردیم، نمونه هایی رو خدمتتون عرض کردم. مبنی بر این که هم میتوان، ممکن است و هم واقع شده است و هم در برخی از موارد ضرورت دارد. نمونه های دیگری رو از این دست خدمتتون عرض میکنم که علما و فقها به چنین نکته توجه داشتن و چنین امری رو فهمیدن و دریافتن. به عنوان نمونه، صاحب جواهر که از فقهای بزرگ هست و کتاب جواهر الکلام او مرجع فقهی برای پس از خودش قرار گرفته و تقریبا میتوان گفت تقریبا همه فقهایی که مباحث تفصیلی فقه رو در مراتب عالی حوزه بحث میکنن، مانند مراجع تقلید یا کسانی که در مسیر مرجعیت حرکت میکنن، کتاب ایشون یعنی جواهر الکلام منبع بحثشون و موضوع بحث و بر اساس اون طی طریق میکنن و موضوعات علمی رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. ایشون میگه که اول یه حکمی رو خدمتتون عرض کنم، یک مسئله رو، و اون اینه که اگر دختری بخواد ازدواج کنه، دختری که ازدواج نکرده قبلا برای اولین بارش هست بخواد ازدواج کنه، باید که اجازه ولیش رو داشته باشه. این حکم اولیست، تقریبا مشهور بین فقها هم هست که باید که از ولی خودش، پدر، اگر پدر نبود پدر بزرگ، اما دیگران مثلا برادر یا عمو یا مادر، دایی و مانند اینها، اینا ولایت ندارن و ولی به حساب نمیان. عمده فقها نظرشونه که اجازه شرط است برای دختر در اولین ازدواجش. صاحب جواهر میگه که ما روایات بر دو دسته داریم. برخی از اونها اجازه دادن و گفتن که دختر میتواند بدون اجازه ولی ازدواج کنه. این تعداد روایات اندکه. یه دسته دیگری از روایات هست که بدون اجازه ولی میفرماین که نمیتوان ازدواج کنه، یعنی که عقد کنن عقدش باطل هست. این روایات متعدد و بسیار هست. این دو دسته روایت علارغم این که به لحاظ دلالت تقریبا مشابه هم دیگر هستند، به لحاظ سند هم همینطور، به لحاظ تعدد فقط با هم دیگر تفاوت دارن که یکی تعداد بیشتری داره، اون یکی تعداد کمتر. خب در صورت تعارض وجود داره بین اینها. اگر در دو تا روایت یا دو دست از روایت با هم دیگه تعارض داشته باشه، با یک راهی برای حلش پیدا کرد. اینو بهش میگن که علاج این تعارض. در همچین موارد باید چی کار کرد؟ صاحب جواهر میگه که به نظر میرسه که اجازه پدر در ازدواج برای دختر به شرط اینکه دختر رشید باشد، یعنی مصالح زندگی خودش رو تشخیص بدهد، بدیها و خوبیهای زندگی خودش رو تشخیص بدهد، میگه شرط نیست. با اینکه روایات بسیاری داریم که اجازه رو شرط میدوند، میگه علتش اینه که اگرچه ما روایاتی داریم که اجازه رو شرط میدونن، ولی عقل با توجه به حسن عدالت یا قبح ظلم حکم میکنه به این که اگر اجازه پدر و پدر برای دختر شرط باشه، بسا از عدالت فاصله گرفته باشد.
عقل دختر بنابر اینه که عاقل هست و مسائلش رو میفهمه. یه وقتی که سفیه احساساتی تصمیم میگیره، عاطفی تصمیم میگیره، اونا استثناست. اما کسی است که توجیه داره برای کارش، برای زندگی آیندهش توجیه داره، برای فردی رو که انتخاب کرده توجیه داره. توجیه هم توجیهی است که عرف عقلا اون رو میپسندن. حالا هر معیار و ملاکی که باشه، همینقدر معیار عرفی باشه، امری نباشه که مردم نگاه کنن به دیده تحقیر نگاه کنن یا او را فردی سفیه و بلیه بدانند. میگه از طرفی اصل عدالت حکم میکند که دختر زندگی آیندش رو خودش انتخاب کنه و با توجه این که مساله خودش رو میفهمه او ولایت بر مساله خودش داشته باشد. از طرفی در روایات آمده است که پدر ولایت دارد. اصلا ما اون روایاتی رو که میگه که پدر ولایت ندارد، اصلا اون رو هم نادیده میگیریم، گرچه اون رو هم میتوانیم تو این تعارض بیاریم، بگیم یک طرف تعارض روایات متعددی است که دلالت دارن بر این که اجازه پدر شرط صحت عقد هست. یک دسته دیگر روایات داریم که اینا میگن که اجازه پدر شرط نیست. اینه که میگن شرط نیست، یه دلیل عقلی هم دارن و اون اینه که عقل میگه پدر مصلحت فرزندش رو میفهمه، دختر هم مصلحت خودش رو میفهمه، هر دوتا هم عاقل هستند. اون وقت اگر به عقل بگیم که حالا که هر دو متوجه میشن کدامی کهشون مقدم هست، میگه هر کدام که به عدالت نزدیکتر است و از ظلم فاصله بیشتری داره. خب حالا یه نفر برای خودش تصمیم بگیره، ولی تصمیمش ممکنه در واقع هم نادرست باشه. درست و نادرستی در واقع ملاک نیست، بر حسب ظاهر شرطه. در این گونه موارد عقل میگه که هر کسی باید در زندگی خودش تصمیم بگیره و دیگران نمیتونن تصمیم بگیرن. بنابراین بر فرض این گونه روایات دسته دوم به عنوان معارض نبود، اینجا تعارض میان عقل و روایاته. عقل میگه دختر تسلط بر زندگی خودش داره، آیندهش رو خودش باید تصمیم بگیره. روایات میگه باید پدر تصمیم بگیره. تعارض هست بین دلیل عقل و دلیل نقل. در همچین موارد باید چیکار کنیم؟ میگه که بسا اعتبار دلیل عقل گواه بر سقوط ولایت باشد. میگه حتی اگر ولایت باشد و ولایت تنجس پیدا کرده باشد، عقل میگه که این ولایت منجس ساقط میشود. چرا؟ به خاطر اینکه اجبار کردن دختر عاقل و کامل از سوی پدر یا محروم کردن دختر عاقل و کامل از سوی پدر از ازدواج مورد علاقش موجب ستم بر او میشود. پس ما یه دسته احکام عقلی داشتیم مانند حسن عدالت و قبح ظلم که گفتیم که اینها جزء احکام عقلی خود بنیاد هست، یعنی اینها اصل و ریشه احکام بعدی است. هر حکم دیگری رو که بعد داریم، چه قرآنی باشد چه روایی باشد، اگر با اون احکام عقلی ناسازگار باشه، تعارض بین عقل و نقل خواهد بود. در میان تعارض عقل و نقل، حالا در یه جای دیگری صریح سخنان فقها رو خدمتتون خواهم گفت که تقدم با عقل است. این یک مورد. خب این مورد به عنوان شاهد آوردیم که یعنی انسان میتواند، عالم مجتهد فقیه میتواند ملاک احکام شرعی رو تشخیص بدهد، مساله و مفاسدی که حکم بر اساس اونها تنظیم شده و وضع شده میتواند تشخیص بدهد. اون چیز یکی از مواردش اینه که حکم دینی و شرعی باید عادلانه باشد و از ظلم دور باشد. این اصل عقلی است. حالا اگر مثلا کسی گفت که به چه دلیل باید که حکم عادلانه باشه، اصلا خدا هست و بندگانش میخواد ظلم کنه بهشون، میگه عقل اینو نمیپذیره. عقل ظلم رو در مورد خدای متعال به اندازه یک سر سوزن نمیپذیره. میگه کسی که ظلم میکند یا بدین خاطر است که جاهل است، یا بدین خاطر است که بخیل است و ممسک است و حسود است و مانند اینها، یا بدین خاطر است که عاجز است. انسان‌های ناتوان هستند که ظلم می‌کنن، اگرچه ظاهرش اینه که توانمندان و قدرتمندان ظلم می‌کنن، ولی در واقع این گونه نیست. توضیح یک رو خدمتتون عرض کنم، اینه که اگر کسانی که به ظاهر قدرت دارند ظلم می‌کنن، این بدین سبب هست که
از راه‌های دیگری که بدون ظلم باشد نمی‌توانند مردم را به مسیری ببرند که خود می‌طلبند. به الا اگر امکان داشته باشه که سلاطین، قدرتمندان، حاکمان بتوانند مشتهیات خودشون رو با میل و رغبت از مردم دریافت کنند، چنین افرادی قطعا از طریق زور متوسل نمی شوند. یعنی شرایط رو به گونه فراهم کنند که مردم، مخاطبان همون چیزی را که رؤسا می طلبند یا قدرتمندان می طلبند همون رو با میل و اختیار انجام بدهند. در این صورت معنا نداره که کسی متوسل به ظلم بشه. کسی که مثلا مال خودش رو با میل و رغبت میاد تحویل میده، اینو دوتا مأمور در خونش بفرستیم، دستبندش هم بزنیم ورداره بیاره. دستبند مال جایی است که خودش نمیاره. پس اگر کسی قدرتمند باشه، این توانایی رو باید داشته باشه که با میل و رغبت دیگران انتظاراتش برآورده بشه. به همین خاطر که اگر خدای متعال ظلم کنه، یعنی از راه‌های معقول، متعارف، با میل، شوق، رغبت نمیتواند به خواستاش برسه، به زور متوسل میشه. پس ظلم کردن نشان قدرت نیست، نشان ضعف است. خب وقتی چنین چیزی رو که داشتیم، گفتیم که ظلم در مورد خدای متعال امکان پذیر نیست، امکان ندارد، محال است خدای متعال یک ذره ظلم کنه. حالا اگه در جای اومد میگه که حالا به عنوان مصداق اگر دختری میخواد ازدواج کنه، آیا خدای متعال میگه که ولو تو خودت میفهمی مصلحتت این هست از پدرت اجازه بگیر، ولو میفهمی که این ازدواج به مصلحتت نیست آیا باز هم دستور پدر رو گوش کن چون ولایت داره؟ میگی اینا با عدالت سازگاری نداره. روایات در این زمینه متعدد هم هست، ولی کسی مانند صاحب جواهر که خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، میفرمود که فقه جواهری باید حفظ بشود. این فقه جواهری است. فقه جواهری یعنی حالا یکی از نمونه هاش، یعنی اگر عقل و نقل با هم دیگر تعارض داشتن، عقل مقدم است ولو عقل برهانی نباشد. چون در این گونه موارد عقل برهانی نیست. در این گونه موارد که عقل دختری میفهمه که این ازدواج به مصلحت اوست یا به مفسده اوست، عقل پدرش یه چیز دیگه میفهمه، روایات هم عقل پدر رو تایید کرده. در این گونه موارد اینجوری نیست که دختر برهان داره او برهان نداره، هیچ کدومشون برهان ندارن. هر دو پدر بر اساس تجربیاتش میگه من نمونه هایی رو دیدم که این ازدواج ها به سرانجام نمیرسد، یا من نمونه هایی رو دیدم که این ازدواج ها ازدواج خوبه ولی برخلاف میل شما باشه. ولو این که در این گونه موارد روایات آمده، میگه این روایات دلالتش این نیست، باید معنای دیگری داشته باشه، یا این روایات تخصیص خورده است. حالا تخصیص زمانی خورده باشد، تخصیص مکانی خورده باشد، تخصیص موردی باشد، هر کدام از اینا باشه. یه وقتی این روایات مربوط به یک عصر و زمان معینی است که مثلا دخترها معیار ازدواجشون عواطف و احساساته، ازدواجشون بر اساس تجارب عمومی که مورد توجه عقلاست نیست. همینقدر که یه نفر رو دیده، یه نفر یه جمله بهش گفته، تحت تأثیر قرار گرفته و به این خاطر میخواد ازدواج کنه. در این گونه موارد این ممکنه که این روایات مربوط به این زمان باشه، یا ممکنه به یه شهر معینی، مکان معین باشه، یا ممکنه مربوط به افراد معین باشه، اما بالاخره مطلق نیست که همه رو شامل بشون. این یک نمونه. این نشونده وقتی کسی میگه که در این گونه موارد علی رغم وجود روایات اذن پدر شرط نیست، یعنی معیار این احکام چیزی است که ما دریافته ایم و اون اجرای عدالت است، اون پرهیز از ظلم و ستم است. پس در برخی از موارد حداقل میتوان معیار و مصلحت یا مفاسد احکام را دریافت. نمونه دیگری رو که باز صاحب جواهر به عنوان مثال میاره، میدونید که اگر گفتیم که احکام دینی یا تابع مصالح نیست یا تابع مصالح هست ولی مصالحش رو انسان نمیتواند بفهمد، چنان که نظر رائج و شایع اینه، اما در عمل در آثار علمی و فقهی غیر از این رو میگن، یا حداقل به صورت موردی غیر از این رو میگن، اگر کسی این رو بگه باید تابع